زیافتی به اسم شاه سعودی به کام فتنه‌گران. اینجا ریاض کاخ عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی است. جشنواره موسوم به الجنادریه که چند سالیه در کاخ آل سعود برگزار میشه چند روز پیش با این مراسم آغاز شد. اگرچه پشت دیوارهای کاخ بن عبدالعزیز این روزها نیروهای امنیتی سعودی مشغول سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهانه و ضد دیکتاتوری مردم عربستان و بحرین هستند، اما در این گرد همایی وضعیت طور دیگه‌ای بود. ای صاحب سرزمین من، در رأس این جلسه ادعاهای سوال برانگیز ملک عبدالله بود که به نوعی میشه اون رو فرار به جلوی سعودی ها از مداخله در امور بحرین و سرکوب مردم عربستان خلاصه. وضعیت دولت سوریه برای ما قابل تحمل نیست. البته حضور عناصر اتاق فکر فتنه 88 در این جشنواره یکی دیگر از حواشی جلسه مدح و شعرخوانی دیکتاتور عربستان ملک عبدالله بود. از عامل دم دستی MI6 یعنی علیرضا نوریزاده گرفته تا عطاالله مهاجرانی وزیر دولت اصلاحات که جلوی دوربین حاضر شدند، و اردشیر امیر ارجمند رابط فتنه‌گران و منافقین در فرانسه که در مقابل هیچ دوربینی قرار نگرفت. البته حضور عناصر فتنه در کاخ سعودی به عرض ارادت نسبت به شاه عربستان ختم نشد و تا جایی که خبرها به بیرون درز کرده دیکتاتور سعودی به درخواست کمک مالی فتنه‌گران لندن نشین دست رد نزده و 18 میلیون دلار به اونها کمک کرد. اما سوالی که از عدد و رقم این کمک مهمتره اینه که عوامل فتنه انگیزی که با صورتک دموکراسی و ادعاهای پرتمطراق آزادی خواهانه خودشون رو معرفی میکنن، این بار چه توجیهی برای متوسل شدن به دیکتاتور سعودی که مشغول سرکوب فریادهای حق طلب مردم عربستان و بحرین هستش دارن؟